در این دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ثبت نام رو در 4 روش ما انشاءالله انجام خواهیم داد و هر یک از این روش ها میتونه انتخاب بشه توسط عزیزانی که با من داوطلب میخوان شرکت بکنن. حالا 2 مورد از این 4 روش های غیر حضوری است و 2 مورد به صورت حضوری است. روش های غیر حضوری ما در حقیقت ابتدا و توصیه ما این استش که از نرم افزارهای موبایل بیس استفاده بکنن. عزیزانی که گوشی همراه هوشمند دارن می توانند از سایت انتخابات.moi.ir که سایت وزارت کشور هست نرم افزار مربوطه رو دانلود بکنن. تنها مرجعی که معتبر هست برای دانلود این نرم افزار همین آدرسی است که خدمتتون عرض کردم. بعد از اینکه دانلود کردن احراز هویت رو انجام بدن و ثبت نام رو به اتمام برسونن. روش دوم این هستش که نسخه دسکتاپ یا ویندوز بیس ما رو دانلود بکنن. عزیزانی که گوشی تلفن همراه به روز ندارند و یا گوشی تلفنشون از سیستم عامل iOS است، یعنی در حقیقت گوشی های اپل، اینها نمیتونن از این نرم افزار استفاده کنن. طبیعتا اونها میتونن از نسخه دسکتاپ استفاده کنن. شرایط مشابه شرایط در حقیقت گوشی های اندروید است که با کامپیوتر این کار انجام خواهد شد. این 2 شیوه توصیه ماست به خاطر اینکه برای شرایط در حقیقت کرونا بهتر این است که عدم حضور فیزیکی رو عزیزان تجربه کنن و ما هم برای عزیزان این شرایط رو فراهم آوردیم. 2 شیوه دیگه هم وجود داره. شیوه سوم ما مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت است. عزیزانی که میخوان ثبت نام کنن به هر یک از دفاتر پیشخوان دولت میتونن مراجعه کنن. طبیعتا هزینه دستمزد اون دفاتر باید پرداخت بشه و عملیات ثبت نام در اونجا انجام خواهد شد. برای مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت طبیعتا باید مدارک رو به صورت فیزیکی همراه داشته باشن، همراه خودشون ببرن و این عملیات اون محل انجام خواهد شد. و شیوه چهارم که به حال ما پیش بینی کردیم این هستش که فرد می تواند به فرمانداری و بخشداری های مورد نظر مراجعه بکنه و ثبت نام خودش رو انجام بده. ثبت نام غیر حضوری طبیعی است که در هر لحظه از شبانه روز می تونن مراجعه کنن. نکته مهم این هستش که موقع ثبت نام غیر حضوری ما اطلاعاتی از این فرد خواهیم خواست که بایستی دقت بکنم در این اطلاعات برای احراز هویت شرایطی که ما داریم رو مهیا کنم. یک اینکه بایستی شماره تلفن همراه حتما به نام خود فرد باشه، یعنی ما شماره ملی فرد و شماره در حقیقت تلفن همراه وی رو با هم دیگه انطباق میدیم. این اولین موضوع است. و برای اینکه از یک مسیر دیگه هم احراز هویت صورت گرفته باشه ما در واقع شماره کارتی که به نام خودش، کارت بانکی که به نام خود فرد هست، این رو هم لازم داریم. این شماره کارت رو هم باید وارد بکنن. مثل خریدهای اینترنتی که انجام میدن رمز پویا رو دریافت کنن، رمز پویا رو وارد بکنن. این عملیات به عنوان هزینه مهم نداره، فقط در حد یک هزینه 1200 ریال است که برای اعلام موجودی معمولا استفاده میکنن و فقط از باب این هستش که ما مطمئن میشیم فردی که داره ثبت نام میکنه واقعا خودش هست، چون داره غیر حضوری این کار انجام خواهد شد. بعد از اون طبیعتا ما برای فرد یک پیامی ارسال میکنیم که این پیام نشانگر این هستش که به صورت ثبت نام اولیه اطلاعات وی ثبت شده. بعد از اینکه اطلاعات بررسی شد بعد از مدتی پاسخ خواهد اومد که آیا این اطلاعات اشکالی وجود داشته درش یا خیر. اگر اطلاعات مشکلی وجود داشته درش طبیعتاً باید اون مشکل رو با مراجعه مجدد به اون سایت و یا اون اپلیکیشنی که دانلود کردن مسئلهشون رو حل کنن. در غیر این صورت طبیعتاً یه پیام خواهد اومد که ثبت نامشون نهایی شده، هیچ نیازی به مراجعه به در حقیقت فرمانداری و بخشداری ها عزیزانی که به صورت غیر حضور ثبت نام میکنن وجود نداره. دقت بکنن عزیزان حتما
بایستی پیام ثبت نام نهایی را دریافت کنند. ثبت نام اولیه به هیچ عنوان ثبت نام محسوب نخواهد شد، چون ما باید اطلاعاتی که بر ما ارسال کردن رو راستی آزمایی کنیم. ثبت نام حضوری در ساعت اداری رو خواهد داد، طبیعی است که بسته به ساعت اداری است. در مورد دفاتر پیشخوان ساعت کار مشخص است، در فرمانداری هم ساعت اداری که در عروستان هست بر اساس همون میتونن مراجعه بکنن. نکته مهم این هستش که ما پیامک‌هایی رو ارسال میکنیم برای داوطلبین که ثبت نام رو انجام میدن. این پیامک حتما باید از سرشماره 68-3077-87 باشه، یعنی غیر از این سرشماره اعتبار نداره. این رو هم خوبه که مد نظر عزیزان باشد که دقت لازم رو در این خصوص به عمل بیارید.